تشکل کارگران ایران در سندیکاهای کارگری باعث خوشبختی است. اگر به گذشته برگردیم و وضعیت صنعت و کارگری را در مملکت ایران قبل از سلسله خاندان ما در نظر بگیرید، گمان می‌کنم که در تمام ایران شاید یک کارخانه چراغبرقی در شهر تهران بود و یک قند کهریزک. اگر جنگ دوم پیش نمی آمد، الان وضع صنعتی ایران از اینی که هست جلوتر بود. بنای صنعت و ایجاد طبقه کارگر از سنوات 1304 شروع شد و داشت پیش می رفت تا اینکه جنگ بین الملل دوم و آثار بعد از جنگ نه فقط نهضت صنعتی شدن مملکت را متوقف کرد، بلکه در محیط کارگری ایران جریاناتی پیش آمد که تا مدت‌ها وقت لازم بود که آثار اون تخم‌های نفاق و بی‌علاقگی نسبت به وطن از بین برود. ولی امروزه ببینید، به خصوص پس از انقلاب ششم بهمن 1341، چه قدم‌هایی در تأمین حقوق حقه و انسانی کارگر ایرانی برداشته شده است. صحبت از بیمه‌های اجتماعی و سایر مزایای کارگری تا اینکه در یک مملکتی مثل ایران که قبل از 1341 امتیازات طبقاتی بود، امروز طبقه کارگر ایران در مجلس ایران 14 نفر نماینده دارد. ولی فقط وضعیت این نیست که شما 14 نفر نماینده در مجلس دارید. هر کاری که می شود، هر تصمیمی که گرفته می شود و قوه محرکه پشت دولت، قوه محرکه افکار و تصمیمات دولت بر اساس تأمین منافع اکثریت این مملکت است که جزء آن طبقه شما در بالاترین سطوح آن قرار گرفته است. پس طبیعی است که نقشه دولت هر آنی، هر روزی حفظ منافع طبقات اکثریت من جمله طبقه زحمتکش و شریف کارگر ایران است، چه در ایجاد مشاغل جدید و چه در تأمین حقوق حق شما، چه از لحاظ دستمزد، چه از لحاظ بیمه های اجتماعی و دستوراتی که هر روز صادر می شود در این که توجه بکنن ببینن این قانون استفاده تا 20% از منافع کارخانه ها درست انجام می شود و رسیدگی به آن و تدقیق و دنبال کردن موضوع در قسمت بیمه ها. همینطور هر روز هر کاری که در بهبود وضعیت بتوانند انجام بدهند انجام میدهند. غیر از اون نقشه کلی است که ما اصولا برای ملت ایران، ولی آسانتر خواهد بود برای طبقه کارگر، برای اینکه مشخص معین تقریبا جمع، برای اینکه در اطراف کارخانجات خیلی ساده تر می شود خانه های کارگری ساخت، یا سازمانی یا غیر سازمانی. به هر صورت طرحش در دست مطالعه و انشالله به زودی در دست اجرا خواهد بود. همونطوری که ذکر کردیم، بیمه های گوناگون باید زندگی تمام افراد ملت ایران تأمین بکند من جمله شما. از روزی که کسی به دنیا می آید در این سرزمین تا روزی که چشم به هم می نهد، باید زندگی او در تمام مراحل تأمین باشد.
چه زندگی کودکی او، چه موقع جوانی و تحصیل در رشته های مختلف به خصوص در رشته های فنی، چه موقع کار و چه موقع کهولت و بازنشستگی. با برنامه های عمرانی و توسعه و ترقی و به خصوص صنعتی شدن مملکت دیری نخواهد پایید که طبقه کارگر، شاید طبقه اکثریت مملکت، تشکیل بدهد. برای اینکه ما کارگران کشاورزی را نیز در واقع جز همین طبقه حساب خواهیم کرد و از حالا این طبقه شما باید مهیا باشد که خود را برای اون روز تجهیز بکند. تجهیز از چندین لحاظ، یکی از لحاظ تشکیلات، چه در سندیکاهای خودتون، چه احزابی که به آن متعلق هستید یا متعلق خواهید گرفت، و چه از لحاظ فنی و علمی و جامعه شناسی و مملکت شناسی. چون برای من یک لحظه آینده را پیش بینی کردن غیر از بر اساس وطن پرستی که امکان ندارد. یعنی هر فرد ایرانی غیر از اینکه یک فرد وطن پرستی باشد اصلا تصورش برای من امکان ندارد. به همین جهت کارگر ایرانی غیر از یک عنصر مدافع وطن نمیتواند چیزی باشد و اون به خصوص موقعی خواهد بود که شما از مملکت خودتون اطلاع کافی داشته باشید، از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ صنعتی و بالاخره از لحاظ سیاسی، نه فقط سیاست داخلی بلکه سیاست دنیایی. پس چون در آینده نزدیکی طبقه شما خیلی وسعت پیدا خواهد کرد، باید خود را آماده شناختن تمام این موارد بنمایید. اولا از لحاظ فنی روز به روز بکوشید که کارگرهای هرچه ماهرتر باشید. هرچقدر ماهرتر باشید صنایع ایران رونق بیشتری خواهد داشت و درآمد شما به همون تناسب البته اضافه خواهد شد. هرچقدر فنی تر بشوید، موضوع این که ایران نه فقط وارد کننده ماشینالات سایر ممالک صنعتی باشد، بلکه ما باید آینده را به این طریق تصور بکنیم که خود ما مبتکر و حقیقتا نقشه کش صنایع خودمان، چه صنایع موجود و چه صنایع آینده، کم کم بشویم. از اجتماع ایران باید کاملا مطلع باشید، از اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دنیا نیز باخبر. اینها را یا در روزنامه‌هایی که برای طبقه کارگر چاپ می‌شود، یا در روزنامه‌های دیگر، یا در خانه‌های کارگر، یا در سندیکاها، یا در احزابی که به آن متعلق هستید، این نوع اطلاعات باید در اختیار شما گذاشته بشود. با داشتن این اطلاعات و یک زندگی مادی روز به روز بهتر، طبقه کارگر ایران همون طبقه فداکار و وطن پرستی خواهد بود که آینده ایران و منافع ایران و منافع ملت ایران و ایرانی را انشاءالله در تاریخ هرچه بهتر و هرچه بیشتر با افتخار هرچی بالاتری نگه خواهد داشت و به نسل‌های آینده به خواست خداوند خواهد سپرد.